خب دوستان خوبم، سلام، من شهاب صادقی هستم، معلم گیتار شما. خیلی خوشحالم که کلاس های گیتار رو با شما ادامه میدم و از پیشرفت شما بسیار خوشحالم. اگر که کلاس های من براتون جذابه، ازتون میخوام که کانال من رو سابسکرایب کنین و زنگوله کناریش رو هم فشار بدین که براتون ویدیو میذارم شما جز اولین کسانی باشین که ویدیو من رو میبینین. خب همونطور که قبلا بهتون گفتم، به زودی قرعه کشی باحال دارم که میخوام در واقع به شما عزیزان یه گیتاری رو هدیه بکنم و به هر حال باید یه فرصتی بذارم و برم گیتار رو تهیه کنم و بعد این قرعه کشی رو بذارم. اینو چون قبلا قرعه شده دادم، خواستم بگم که فراموش نکردم، فقط فرصت نکردم، ولی به زودی این کار رو با هم انجام میدیم. این یک. دو، برای من کامنت میذارین که مثلا ویدیوهای صدا سازی گیتار چی شد، ویدیوهای آموزش سولو نوازی در گیتار الکتریک چی شد. بچه‌ها من دونه دونه دارم همینجور پشت سر هم میذارم دیگه، چون چند مبحث مختلف هست، گیتار کلاسیک و پاپ هست و گیتار الکتریک هست، در خود گیتار الکتریک سولو جدا، ریف جدا، آهنگ ها جدا، صدا سازی جدا. من همونطور که میبینین سعی میکنم یه دونه از این یه دونه از اون، اینجور پشت سر هم نمیتونم یه چیزو ادامه بدم، مجبورم که یه دونه از این مبحث یه دونه از اون مبحث بزنم و امیدوارم که براتون مفید باشه. امروز راجع به چی میخوایم صحبت کنیم؟ همونطور که قبلا قول دادم، ما میخوایم از معلومات الانمون در گیتار کلاسیک در ریتم 6/8 یک آهنگ بسیار زیبا اما ساده بزنیم. قرار بود که از یه آرپژ 6/8 استفاده کنیم و یه سری آکوردای راحت رو به هم دیگه تو سر دسته تعویض کنیم و قول داده بودم که یک آهنگ زیبا باهاش درست میشه. حالا اسم اون آهنگ چیه؟ من بچه‌ها بعد آکورداشو بیارم چون حفظ نیستم. اسم اون آهنگ چیه که انقدر هی میگم زیبا زیبا؟ اسم آهنگ گل گلدونه سیمین قانمه. همونطور که احتمالا میدونین از آهنگ های در واقع تاریخی و ماندگار موسیقی ما هستش که فکر میکنم یه 40-50 سالی بیشتر شاید از عمر این آهنگ گذشته باشه و همچنان هم زیبایی خودشو داره به لحاظ سادگی و زیبایی ملودی و هارمونی فوق‌العاده زیبا بین ملودی وکال و آکوردها. خب این آهنگ از آکورد لا مینور، می ماژور، ری مینور، سول ماژور، دو ماژور و فا ماژور تشکیل شده، به همین سادگی. چو چند تا؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا. اگه ما این شش تا آکورد رو خوب بلد باشیم که بگیریم، که قبلا بارها و بارها با هم توی این کلاس تمرین کردیم و تعویض‌هاشو به هم خوب انجام بدیم، که قبلا بارها و باز می‌خوام همونطور که متاسفانه هنوز سرم خوردگیم خوب نشده و کلاس ها رو باید با یکم سرفه برگزار کنیم، به هر حال اگر که این تعویض ها رو خوب به هم دیگه انجام بدم، که قبلا بارها و بارها این کار رو با هم کردیم، و اگه بتونم آرپژ 6/8 رو روش بزنم که قبلا بارها و بارها این کار رو با هم کار کردیم، یعنی 1 2 3 4 5 6، میتونیم این آهنگ رو به زیبایی بزنیم. یک بار یه دوره کوتاهی رو آنچه که باید بزنیم میکنم. آرپژ 6/8 آرپژ 6 نوت است، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، که روی بیس سیم سه، سیم دو، سیم یک، سیم دو و سیم سه میزنیم. حالا بیس چی باشه؟ بیس باید نوت روت یا شاخه آکوردم باشه. اگه آکوردم لا مینوره، باید بیس لا رو بزنم، یعنی باید بزنم سیم 5 3 2 1 2 3. اگه آکورد ری مینور رو دارم میگیرم، باید نوت ری که اوپن سیم 4 هست، در واقع 4 3 2 1 2 3 ریشه یا روت منه. و مثلا اگه آکورد می ماژور رو میزنم، و بنابراین باید نوت ریشه یا روت من می هست، پس بزنم 6 3 2 1 2 3. درست میگم؟ این از آرپژمون. آکورد ها هم که قبلا به شما گفتم باید آکورد های سردسته که خوب حفظ کنید و خوب تعویض کنید، باید سر تایم بگم 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2. باید سر تایم تعویض کنیم، که قبلا کلاس های متنوعی داشتیم که این موضوعات رو با هم دیگه صحبت کردیم. هر کی که سوالی داره میتونه که به کلاس های مرتبط خودش بره و اون مبحث رو یاد بگیره و بعد بیاد این آهنگ زیبا و ساده رو بنوازه. خب
یه دور یه ذره از آهنگو بزنیم اصلا ببینیم که چه مدلیه، بعد دیگه مفصل با هم دیگه بزنیمش. یه دور اصلا با هم بزنیم ببینیم که اصلا چه جوریه. گل گلدون من شکست در باد، تو بیا تا دلم نکرد فریاد. گل شب بودیگه شب بونه میده، کی گل شب برو از شاخ چیده. گوشه آسمون گل پل رنگین کمون، من مثل تاریکی تو مثل مهتا. اگه با دست سر زلف تو نگذره میریم اون بعد من میرم گم میشم تو جنگل خواب. گل گلدون من ماه ایوون من، از تو تنها شدم چو ماهی از آب. خب بچه من البته مثل شما حفظ نیستم، ولی باید خب من چون حرفم موسیقی پاپ نیست و کارم موسیقی راکه، خب اینو برای شما در واقع دارم اجرا میکنم، شما به راحتی براتون میذارم میزنید و حفظ میکنید. و دیدین چقدر اصلا آسون بود، دیدین چقدر آسون بود، اینش مهمه که خیلی آسون بود. حالا شما دیگه به عنوان یک هنرجو باید حفظ کنید و بزنید. به چه صورت؟ ابتدا فقط آرپژ ها رو میزنم و براتونم که میبینید که ترانه رو مینویسم، عکس میگیرم و میذارم که کجا باید آکورد ها عوض شه. شروع آهنگ. یه مرتبه لامینور، دو مرتبه می ماژور، یه مرتبه لامینور میشه. گل گل دو تا دونه میزنم بعد شروع میکنم به خوندن. گل گل دونه من شکست در باد، مصرع اول تمام شد. دوباره مصرع دوم این مصرع یک. تو بیا تا دلم می ماژور لامینور، مصرع سه. گل شب می ماژور از شاخ چی لامینور. گل شب بودیگه کی گل شب برو از شاخ چیده. به هر حال این ورس یک. میریم پریکارس یا ورس دو یا هر عنوانی که شما براش انتخاب میکنی ادامه ترانه. خب حالا دوباره لا مینور یه مرتبه، ر مینور یه مرتبه، سول ماژور یه مرتبه، دو ماژور یه مرتبه، ببینیم چی میشه. گوشه گو دوتا میزنم. گوشه آسمون سول ماژور دو ماژور، لا مینور می ماژور می ماژور لا مینور، که با ترانه میشه. گوشه آسمون پل رنگین کمون، من مثل تاریکی تو مثل مهتاب. خلاصه حالا ادامه. لا مینور، ر مینور، سول ماژور، دو ماژور، فا ماژور، می ماژور، لا مینور، فقط می ماژور دو مرتبه. میریم ببینیم چیه. اگه با دست سر سول ماژور دا ماژور، فا ماژور می ماژور می ماژور لا ماژور لا مینور. حالا این چی شد؟ خب اگه با دست سر زلف تو نگذره، من میرم گم میشم تو جنگل خام. حالا اون کارس اصلی لا مینور دوتا میزنم بعد میخونم دیگه. نه گل گل
لا مینور ره مینور سول ماژور دو ماژور فا ماژور می ماژور می ماژور لا مینور گل گلدون من ماه ایوون من از تو تنها شدم چو ماهی از آب دوباره تکرار گل هر آرزو سول ماژور دو ماژور فا ماژور می ماژور می ماژور لا مینور پس میشه گل هر آرزو رفته از رنگ و بو من شدم روت خونه دلم به مردم خب همونطور که دیدین بچه اولا شما باید حفظ کنین مثل من نباید باشه که از روی گوشی دارم میخونم که چیه و آکورداش چجوری تعویض میشه و ترانش چیه و این حرفا شما باید کاملا این آهنگ رو حفظ کنید ترانه، ملودی، وکال و بعد سیکل آکورد ها دیگه اصلا نباید نگاه بکنید مثل من چون آدم میگه این چی بود اون چی بود باید کامل حفظ کنید هر وقت که حفظ شدین سیکل ها رو پشت سر هم باید بزنین پس شد همونطور که میبینین دو نوت اول میزنم از آرپژ 6 هشتم نوت سوم شروع میکنم بخوندن گل 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 دونه من بقیش دیگه شما یه تک میخوین و هیچ توقفی هم رو کار انجام نمیدین خب حالا چگونه باید اجراش کنیم سیستمش اینطوری که شما ابتدا سیستم اجرای آهنگ کلن اینطوری که شما ابتدا میباس بدون ملودی وکال حالا اصلا شما شاید خواننده نباشین که بخواییم بخونین دوستتون بخواد بخونه شما بدون ملودی وکال بیارم ترانه رو بدون ملودی وکال فقط باید سیکل آکورد ها رو برای خودتون بزنید بدون اینکه اصلا وکالی وجود داره که سیکل آکورد ها رو با آرپژ زر تایم تعویض کن یعنی من بگم کجای آهنگ اول آهنگه اونجاست که میگه گل گلدون من شکست در باد ولی من نمیخونم میگم درسته با تمپوی کم شما که نمیتونون اول تون تون بزنید با تمپوی کم کل آهنگ رو سیکلاش رو در میارین و تعویض ها رو سر تایم انجام میدید اصلا مترونوم مهم نیست که کم یا آروم تون شما هم میتونید اینجوری بخونید بگین گل گلدون من شکسته هم خوشگله دیگه هم میتونید بگین گل گلدون من شکسته که زیادم خوشگل نیست البته تون زدنش اصلا دنبال توند که میدونیم ما تو کلاسمون نیستیم به هر حال بعد از اینکه من آرپژ ها رو مفصل زدم رو آکورد ها و مسلط شدم سر تایم کل آهنگ رو تعویض کنم به حفظ کنم حالا وکال رو یا خودم یا دوستم حالا هر کی اجرا میکنه به چه صورت دو نوت اول خالی بعد شروع کنم به خوندن گل گل دون من برای شما هم نوشتم که کجا باید تعویض شه دیگه یعنی باید رو دون برین رو می ماژور یعنی لا مینور دون شکست در به باد سر موقع که روش روی هر کلمه براتون گذاشتم آکورد باید تعویض شه دیر برین اینجوری میشه گل 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 دون من شکر اصلا جور در نمیاد باید بگم گل گل دون من شکست در باد درست میگم باد یک دو سر مصرع خالی یک دو رو سه باید بخونم دیگه تو بیا تا دلم نکرده فریاد سر تایم باید رو یاد باید عوض کنم نه جمله بعدی گل دوتا خالی گل شب بود دیگه شب بونه میده آفرین کی گل شب برو از شاخ چیده خب میریم جلو گوشه آسمون سری
پل رنگین کمون. چی شد پس؟ الامینو رو شروع کنم. دوتا خالی. گوشه آسمون پل رنگین کمون. درست میگم؟ رو همون لامینور میمونم. یک دو من مثل تاریکی تو مثل مهد تاب. ادامه. اگه با دست دست سر زلف تو نگذره. بقیه شد. دوتا خالی. من میرم گم میشم تو جنگل خواب. و کارس. گل گلدون من ماه ایوون من از تو تنها شدم چو ماهی از دن 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 رن. اینجوریه دیگه. باید سر تایم تعویض کنیم که آکوردها رو ملودی وکال مچ بشه و تمام. دیدین که به چه سادگی با یه تعویض آکورد 3-4 تا آکورد ساده و یه آرپژ 6/8 ساده ما تونستیم یکی از زیباترین آهنگ‌های تاریخ موسیقی ایران رو به راحتی اجرا کنیم. مواظب خودتون باشین، تمرین زیاد بکنین و با تمپوی پایین و آروم و شمرده که ببینیم چه خبره. و خدا نگهدار.